فراخوان ایلیانا روزلهینن رئیس کمیته خارجی کنگره آمریکا به بان کی مون دبیر کل ملل متحد. تأکید بر مسئولیت ملل متحد برای تضمین سلامت و امنیت ساکنان اشرف، تأمین حفاظت‌های بشر دوستانه در لیبرتی و مقابله با نقض تعهدات از سوی دولت عراق. آقای بان کی مون دبیر کل ملل متحد. آقای دبیر کل عزیز، همانطور که می‌دانید در 25 دسامبر 2011 ملل متحد و دولت عراق یک یادداشت تفاهم را امضا کردند که مقرر ساخت ساکنان کمپ اشرف در داخل عراق به یک محل موقت به نام کمپ لیبرتی جابجا می‌شوند. در زمان امضای یادداشت تفاهم، نماینده ویژه دبیرکل برای عراق مارتین کوبلر عنوان کرد: یادداشت تفاهم به حاکمیت عراق و تعهدات بشر دوستانه و حقوق بشر بین المللی آن احترام می‌گذارد و امنیت و حقوق ساکنان اشرف را محترم می‌شمارد. این یادداشت تفاهم درباره جابجایی داوطلبان است و اجرای آن قاطعانه مبتنی بر عملکرد همه طرف‌ها به نحو صلح‌آمیز و با حسن نیت است. آقای دبیرکل، من که در مورد اجرای درست یادداشت تفاهم تردید داشتم و کماکان نیز دارم، از بیانیه 26 دسامبر سخنگوی شما امیدوار شدم که گفته بود دبیرکل از امضای یادداشت تفاهم استقبال می‌کند و معتقد است که توافق زمینه را برای پایه‌گذاری یک راه حل مسالمت‌آمیز و پایدار برای حل مسئله ایجاد کرده است. و همانطور که در یادداشت تفاهم مقرر شده است، دولت عراق مسئولیت روشن و منحصر به فردی برای تضمین سلامت و امنیت ساکنان بر عهده دارد. دبیرکل خاطر نشان می کند که هر گونه خشونت یا تلاش برای یک راه حل اجباری غیر قابل قبول است. اما گزارش های اخیر نگرانی مرا در مورد اجرای این یادداشت تفاهم و تمایل ملل متحد و دولت عراق در خصوص رعایت تعهداتش بر اساس یادداشت تفاهم و وضعیت حفاظت بشر دوستانه که ساکنان کمپ اشرف سزاوار آن هستند تقویت می کند. بنابراین آقای دبیرکل، من خیلی متشکر خواهم شد اگر شما توضیحاتی درباره اجرای یادداشت تفاهم ارائه کنید و همچنین درخواست می‌کنم کمک کنید تا تضمین شود که یادداشت تفاهم به نحو درستی عملی شود. حفاظت‌های بشردوستانه ساکنان اشرف باید رعایت شوند. انتقال ساکنان اشرف باید کاملا داوطلبانه باشد. سلامت و امنیت ساکنان اشرف باید تضمین شود، هم در مکان فعلیشان در اشرف و هم در کمپ لیبرتی. با توجه به اینکه وضعیت از نظر زمانبندی حساس است، من از پاسخ سریع شما خیلی ممنون خواهم شد و در انتظار آن هستم. ایلیانا روزلهینن، رئیس کمیته خارجی کنگره آمریکا.